بسم الله الرحمن الرحیم. سلام کنم به دانش آموزای عزیزم. خیلی خوشحالم از اینکه در خدمتون هستم. امروز کتاب دوازدهم، زیست دوازدهم بسته میشه. اما چون مدخانیمون تا اینجا اومده بود، مدخانیمون رو ادامه بدیم. دگرخواهی رفتاری است که در آن یک جانور بقا و موفقیت تولید مثل جانور دیگری رو با هزینه کاسته شدن از احتمال بقا و تولید مثل خودش افزایش میده. اینا کن بچه، شانس خودشون میاره پایین که شانسمون یکی ببره بالا. آقا چرا این کار انجام میده؟ چرا جانوران رفتار دگرخواهی انجام میدهن؟ افراد نگهبان در گروه جانوران، مثل این من خود دو مسایه و یا زنبورای اصل، رفتار دگرخواهیشون رو نسبت به خویشاوندان خودشون انجام میدن. ولی بسیار مهم بچه، مراقب باشین تو تسته ها. این الزاماً برای هر جانوری که رفتار دگرخواهی میکنه درست نیست به اندازه. یعنی چی؟ مثلا میگه هر جانوری که رفتار دگرخواهی میکنه قطعاً طرف مقابلش خویشاوندشه، قطعاً طرف مقابلش در ژن‌های با هم مشترکه. غلطه. نمیتونی قطعاً حکم کنی که طرف خویشاوندشه. چرا؟ چون گفتم پایین‌تر نمونه‌ای داریم. خفاش‌های خوناشم که انشالله میریم سراغش با هم بررسیش می‌کنیم. خفاشی که بچه شما میدونید که پستاندار است، پستانداری پروازکننده است. برای مراقب باش. این برای اینها قبول، ولی برای همه صدق نمیکنه. اما میخواد اینو بهت بگه برای چی دارن این کار انجام میدن. میگن که طرف مقابل خود خویشاوندشه، اونو با خویشاوندشون قبول داره، اشتری جنهای مشترکی دارن. جلسه قبلی توضیحات براتون دادم. بنابراین اگرچه این جانور خودشون زاده نخواهند داشت و زادآوری نخواهند کرد، ولی خویشاوندان اونها میتونن زادآوری کنن و درنچه جنهای مشترکشون اونو به نسل بعد منتقل میکنن. یعنی بچه این اینا با دگرخواهیشون منجر به این میشن که در خزانه ژنی نسل بعد در ژن‌هایی که با اینها مشترکن سهیم باشن دیگه. به همین علت است که بر اساس انتخاب طبیعی رفتار دگرخواهی برگزیده است. چی میخوام بهت بگم؟ برای همین بچه بهتون گفتم رفتار دگرخواهی شما خرد که نگاه بکنی میگون چرا باید انتخاب طبیعی اینو انتخاب بکنه، برگزیده کنه؟ شانس بقا رو میاره پایین، زاده برای این چه فایده ای داره؟ گفتم کلان نگاه کن. چه وقتی کلان که نگاه میکنی میبینی نه، شانس بقا و شانس زاده در جمعیت میاره برای همین برگزیده است. و حتی همین هم که دارن فداکاری میکنن تو این مثال میبینی که تو ژن‌های مشترکشون در خزانه ژنی نسل بعد سهیم هم. اما نمونه دیگر بریم پایین، یکم بیام بالاتر. در نمونه دیگر از دگرخواهی، جانوران با یک گروه همکاری تشکیل میدن. خب یعنی چی؟ برای مثال خفاش های خوناشان. بچه زیرش خط بکش. بازم بنویس که یاد باشه خفاش پستاندار است، تا پستانداری پرواز کننده که نکات پستاندار رو یعنی داره، میتونه براش ترکیب کنه. خفاش های خوناشان. چرا میگم خوناشان؟ چون قضاش الان جلوتر بهت میگه. خونه. خونه کی؟ پستاندارهای بزرگ. دور اینم یه دایره بکش مهمه، مثل دام‌ها. خفاش های خوناشان به طور گروهی تیمی با هم زندگی میکنن. درون کجا؟ درون غارهای سوراخ درختان زندگی میکنن. غذاشون خون پستانداران بزرگ مثل دام هاست. این خفاش ها خونی که خوردن با دیگر به اشتراک میذارن. چه جوری آقا؟ خفاش که غذا خورده کمی از کمی، اینا همشون زیر این دور اینم دایره بکش، کمی از خون خورده شده رو برمیگردونه تا خفاش گرسنه که بنده چیزی گیرش نیومده بده اون بخوره. چون در غیر صورت اگه این کارو نکنه اون گرسنه که هیچ چیزی نمیده میمیره گشنگی. خفاش هم که غذا دریافت کرده، کار خفاش دگرخواه، اون دگرخواه همونیه که این بهش میگه خدا رو برگردون به این داد، کار اونو جبران میکنه تو آینده. بعدن مثلا این داستانش بچا همینه. برای همین بهتون میگم که الزام به این معنی نیست این دگر، چون دگرخواهیه دیگه، این از خود غذای خودش داره میده. این دگرخواهیه الزام به این نیست که طرف مقابلش همش خویشاوند باشه. نه، تو اینجا طرف میتونه از خویشاوندان این نباشه. اما آقا چرا این کارو میکنه؟ برمیاد میگه حرکت باحالی هم هست دیگه. به خاطر اینکه بچه ببین چه صفت قشنگی، اینم یه درس باحاله. چون اینا بین خودشون اینو میگه، میگه بذار من الان، خب من غذا گیرم آورد، این غذا گیرش نمیاد، من الان یه خورده از اینو به این بدم که این کارش را بیفته. چرا؟ چون فردا روزی شاید من غذا گیرم نیاد. اینجا داره همینه میگه. نکن میگه کار خفاش دیگر رو در این جبران میکنه. اینا اینجوری هم با هم همه بده بستون دارن. اگر یه کسی رند بازی در بیاره، هی کلن رو سر اینا سواره، آقا یه خورده غذاتو بده ما بخوریم و جبران هم نکنه، در بره رندی کنه، جبران نشه، این خفاش اشتراک غذا کنار گذاشته میشه. بابا این
کلا چتر روما میشه میخوام بگم اینا نه خودشون فهم اینجوری میدونن که آقا جبران کن. برای همین اینا هم اینو میگن، میگه امروز من به این کمک بکنم فردا روزی من قضا چیزی شاید گیرم نیاد، اینجوری میتونم بگم. یعنی نه با کمک کردن میدونی خودمونیش بچه اینه، این صفت کمک کردن میخوان تو جامعه کوچیک خودشون نهادینه کنن که آقا به هم کمک کنیم که شاید امروز این دستش خالیه ولی شاید فردا من دستم خالی باشه. اگه این صفت نهادینه بشه دیگه امروز همه کمک کنن فردا دوره من اگه گیر بیفته به منم کمک میشه. اینا همینجوریان، همین بینشون جا افتاده. برای همین دگرخواهیه دو تا نکته تستیش هم همینه دیگه. یک، دو تا نکته تستی حالا بهت بگم اینه. یک، قشنگیش اینه اینجا بچه ها دیگه، این که بگیم طرف مقابلش خفاشه میتونه از خویشاوندش باشه میتونه نباشه، برای همین بهتون گفتم اون جمله الزام برای همه نیست، نه اصلا میتونه یه خفاشه خونشون باشه که از خویشاوند داره اینم نیست، ولی این کارو براش بگو این دگرخواهی رو براش انجام بده. پس بچه ها ناکن، برای همین بهتون گفتم هر جانوری که دگرخواهی میکنه الزام به این معنی نیست که طرف مقابلش خویشاوندش باشه، نه اینجا مثلا تو این خونشون تو میبینی که میتونه خویشاوندش نباشه. نکته دوم، یه تفاوتی هم که داره اینه، تو این دگرخواهیه با این کاری که دارم میکنه، این همکاریه، حتی شانس بقا این داستانه خودش هم میبره بالا با این دگرخواهی. نکن شانس بقای اینو میبره بالا چون مانه میشه از مرگش دیگه، شانس بقاشو برد بالا. دو، شانس بقای خودش هم میبره بالا. چجوری؟ چون همین داستانو نهادینه میکنه که بعدا اگه منم گیرم نیامد برای خودش داره یه رزرو میذاره. میدونی چی میخوام بگم؟ یه رزرو میذاره، آقا گیرم نیامد تاش از بچه‌ها میگیرم. پس این برخلاف اون دوم عصایی است. دوم عصایی شانس بقا خودشو کلا میورد پایین، بقیه رو میورد بالا. این اون طرف مقابلی که میبره بالا برای خودش هم داره میبره بالا. یعنی چی میخوام بگم؟ اینجا بچه این برای خودش هم داره میبره که در آینده برای خودش داره رزرو میکنه. پس تفاوت خاص مقایسه کرد در خفاشان و خونشام دوم عصایی برخلاف هماننده، این یاد باشه تو تستا. خفاشا که دگر خواهی انجام لزوما خویشاوندش نیست، لزوم الزاما اینجوری میتونه باشه میتونم نباشه، برای این قطعی نیست. برای همین بارم بهتون گفتم خیلی مهم بود تو تست. در واقع رفتار دگرخواهی در اثر انتخاب طبیعی برگزیده شده که بقای اون همون جمع میشه. چرا انتخاب طبیعی برگزیدش کرده؟ چون اکن به افزایش بقا کمک میکنه. گاهی دگرخواهی رفتاری به نفع خود فرده. در میان پرندگان افراد یاریگری هستند که در پرورش زاده ها به والدین آنها یاری میرسونن. مشخص شده وجود این یاریگرها احتمال بقای زاده ها رو افزایش میده. بقای زاده ها افزایش، زیر این خط بکش توضیح میدم الان براتون. یاریگرها اغلب بیشتر، یعنی یه برخی بعضی و استثناء بذار کنار، اغلب بیشتر پرنده های جوانی هن که با کمک به والدین صاحب لانه تجربه کسب میکنن و هنگام زاده‌آوری میتونن از این تجارب به دست اومده برای پرورش زاده خودشون استفاده کنن، یا با مرگ احتمالی جفت های زاده‌آور قلمرو اونها رو تصاحب کنن و خود زاده‌آوری کنن. این هم خیلی جالبه. نکن میگه گاهی دگرخواهی رفتار به نفع خود فرده. اینجا هم تو داری دگرخواهی میبینی دیگه. چه جوری؟ میگه یه سری بنده خدا یاریگری هستن که اغلب این پرنده یاریگره بچه اغلبشون بیشترشون جوونان. خب خودمونیش اینه، ور میدارش میارش طرف صاحب لونه، میگه بچه های من رو بزرگ کن، زاده های من رو بزرگ کن. خب این به افزایش احتمال بقای زاده های خودش داره کمک میکنه. پس این که مشخص، آقا این رفتار این اینو بیاره قبول، از انتخاب طبیعی اوکیه که من برم یه دونه یاریگر بردارم بیارم تو لونه که آقا دایه بچه‌ام باش. خب این افزایش میده دیگه، احتمال بقای زاده من افزایش میده. خب این آقا از نظر انتخاب طبیعی اوکیه درجه یک. اما چرا اون میاد؟ سوال اینه دیگه، این چی گیرش میاد که میاد؟ این میاره قبول، اون برای چی میاد؟ جالبیش اینه، این یاریگری که میاد بچه ها نکته قشنگش اینه. یک، میاد برای کارآموزی. خودمونی اینی که بهتون گفت تجربه کارآموزی، این هم قشنگه باشه. شما انشالله با امده خدا هر رشته ایم که با امده خدا دید غرور مرور بریز دور، کارآموزی با افتخار برو. حالا اول شد یه حقوق خیلی کمی بدن یا اصلا ندن، ولی برو تجربه دست بیار. 20 سال طرف اون کار داره انجام میده، برو کنارش. میدونی چی میخوام بگم؟ اینم همین کارو میکنه. اینا چیزی گیرش نمیاد. اینجا خوبیش اینه، یک برای کارآموزیش تجاربی به دست میاره که بعدا برای پرورش یعنی که غیر مستقیم حتی تو این زمینه هم داره کمک میکنه به پرورش زادهای خودش بعدا تو آینده. پس برای همین اومدن این هم از لحاظ انتخاب طبیعی برگزیده است، چون ناکن
همین بقای زاده و پرورش زاده خودش هم داره احتمالش در آینده میبره بالا. این یک. دو، تا یه احتمال دیگه هم هست، یا با مرگ احتمالی جفت زادآور بمیرن، قلمرو اونها رو تصاحب کنه و خودش دیگه اونجا زادآوری کنه. حالا بله نسبت یه مثال اینجوری هم بزنیم، اینجوری هم هست دیگه. مثلا بعدن یه جا خوب درجه کار میکنیم، مثلا خیلی عالی کارآموزی درجه حرفه‌ای، بعد طرف ببین اون خود طرفه ها، بچه اینو واقعا اخلاقیشو خیلی دقت کنه، خود طرف مثلا یه مشکلی براش پیش میاد یا مثلا میره، بعد اون مدیری که اونجا هست میگه خب آقا تو هم خیلی داشتی عالی کار، تو بیا جای این بشین. خود طرف میره یه داستانه، یا یه جای عالی تری برای این پیدا میشه، تو اونجا میشینی. نه اینکه مثلا خدای نکرده مثلا این چیز یه کاری بکنیم که این بره من بشینم، اصلا ابدا، اصلا ابدا، هیچی تهش برات نداره. اینو خودمونی بهت بگم اینجوری هیچی، ولی کلا پس کار درجه یکیه. پس همه تستیش این شد، این که بیاره باعث افزایش احتمال بقای زاداش میشه، پس اوکیه. ولی این یاریگره برای چی میاد؟ اینم خوبه، یک برای کارآموزیش که بعد از این تجربه رو پرورش زاده خودش استفاده کنه، دو بمیره بشینه جاش تصاحب کنه اون قلم رو و دوباره نکن خودش زادآوری کنه. پس دوباره حتی تو این حالت هم به زادآوریش میتونه کمک کنه. در نتیجه اینم شما دارید میبینید که کاملا یک رفتاری است که برگزیده انتخاب طبیعی و شما دارید میبینید به نفع طرفه. اینجا بچه نکن کمک میکنه، دگرخواهی داره انجام میده ولی به نفع خودش هم هست، ولی تو اون دوم اسایه به ضرر خودش و به نفع دیگری میشد. اینجا نکن به نفع خودش هم هست، به نفع طرف دگرخواهیه دیگه. اصلا اصل دگرخواهی اینه که به نفع طرف مقابل کاری بکنی، یعنی اینش که مشترکه به نفع طرف مقابل، ولی اینجا خوبیش اینه به نفع خودش هم هست، به نفع خود اون طرف هم هست. این فعالیت هم بررسی بکنیم، نمودار زیر مزیت زندگی گروهی میخواد نشون بده. در حد چند نکته بگم، مثلا بچه نها کنید اینجا چی داره بهتون نشون میده. میخواد بگه آقا وقتی اینا تیمی گروهی با هم زدن، مثلا نکن 50 نفره، نکن 50 تایی با هم باشن تو این کبوتر رو بنده خود داره میگه گروهی زندگی کنن، نکن اینجا داره درصد موفقیت حمله شکارچی میگه، نکن اینجا احتمالی که تنها باشه طرف 80% احتمال داره که شکار شه، ولی 50 تایی باشن نکن چقدر احتمالش کمتره. اینو میخواد بیاد بگه. این اعدادام در حد اینکه گوشه جیب کنار جزوه داشته باشی بد نیست، تا تنهایی 80% 50 نفر کمترین حالت، این کمترین بیشترین هم خوبه تو این کبوترها. بعدا تو یه تستی خاص بگه محض اطمینان، یه آقا تو این گروه 50 نفره کمترین احتمال شکار تو تنهایی تا 80% حدوداً تقریبا احتمال شکارشون هست. خدا رو 100,000 دیگه قلم بزن، خدا رو 100,000 مرتبه شکر امروز زیست 12 بسته شد. به طور کلی این سگانه 10، 11، 12 امروز بسته شد. الوعده وفا، خدا رو سر زمان بچه‌ها، که قولی هم که به شما داده بودم گفته بودم تا قبل عید انشالله کتاب میاد. امروزی که دارم بچه‌ها این کلیپ براتون ضبط میکنم 21 اسفند، همون قبل عیدی که بهتون گفتم. خیلی سرتون رو درد نیارم، دو تا نکته فقط میخوام بهتون بگم و خداحافظی کنم. نکته اول، این دو تا نکته بچه‌ها خیلی نکات مهمی هم هست، خواهش میکنم خوب گوش کنید. نکته اول، چند وقتی بچه یه تحقیق رو داشتم بررسی میکردم، آی سلیگمن، مثلا اینجوری میتونم بهتون میگم، سلیگمن به نظر من یکی از خلاقترین روانشناسان قرن 21 میتونه نام بگیره. مثلا قرن 20 خلاقترین روانشناس جهان رو آلبرت الیس، ایشون رو بهش این صفت رو دادن که گفتن خلاق‌ترین میشه، ولی به نظر من یکی از کاندیداها میتونه باشه. حالا کاری ندارم، آیه سلیگمن بچه یه تحقیق باحالی انجام داده، اینو خوب گوش کنید. چی کار کرده بود؟ رفته بود سراغ یه کلاس دانشجو تخصص کلیه، یعنی پزشک بودن دانشجو تخصص بودن برای کلیه. اینا فرض کن، مثال میگم، فرض کن 20 نفر بودن مثلا. اومد سلیگمن چیکار کرد؟ اومد دو تا گروهشون کرد، دو تا گروه مثلا 10 تایی، دو تا گروهشون کرد که هم ترازم کرده بودش. ببین چه جوری، یعنی هر دو تا گروه هم توشون درس خون داشت، هم ضعیف داشت، هم متوسط داشت، هم تراز، یعنی از لحاظ علمی هم تراز بودن. خب اینا رو آورد یه آزمایش باحالی انجام، چیکار کرد؟ گروه اول برد توی یه اتاقی، صندلی نرم درجه یک براشون گذاشت، تو این 10 تا مثلا نشستن، یه فیلم کمدی خنده‌دار براشون گذاشت که اینا قش قش می‌خندیدن، بهشون شکلات شیرینی اینا در بین دیدنشون میداد که میدونی دیگه خب قند خون که میاد بالا حال آدم بهتر میشه دیگه. گروه دومو برد توی اتاقی، براشون یه
مستندی گذاشت از این جنایات و سربریدن ها و نمیدونم جنگ و فلان و اینها، از اینا برشون گذاشته بود و هیچی هم بهشون نداده بود بنده خدا بخورم و ایستادن بودن، یعنی دیگه همه کار کرده بود که حال اینا رو بد کنه. خب بعد اومده بود چیکار کرد؟ یه نفر مشترک، یه بیمار مشترکی بود که بنده خدا بیمار کلیوی بود. اول که این گروه اول دیدن، اینو برد سر تخت اون بیماره، گفت آقا تشخیص بدی تک تک بیاین، یعنی تک تک تو صف که صحبت هم دیگر هم نشنون، تک تک بیاین بررسی کنید تشخیص بدید. اومدن تک تک بررسی کردن، بعد گروه دوم اومدن، اونا که حالشون با این مستنده و ایستاده و فلان، تک تک بررسی کردن، اونا هم تشخیص دادن. سلیگمن یه نتیجه فوق العاده عالی گرفت، من با این کار دارم. میدونید چی گفت؟ الان خودش یه مکتب نظری داره تو بحث روان درمانگری، حالا کاری نداره. میدونید چی گفت بچه ها؟ خیلی نتیجهش حیرت آور بود. گفت این دوتا گروه لحاظ علمی همتراز بودن، همکلاسی بودن، همتراز بودن، لحاظ علمی هم توی یه سطح بودن. اما جالبه تو میگه اون گروه اول که حالشون خوب شده بود، ضعیفترین فرد اون گروه تو 7 دقیقه، یعنی 7 اینجوری میخوام بگم، تو 7 دقیقه تشخیص داده بود بیماری. اما تو اون گروه که حالشون رو بد کرده بود، آورده بود، قوی ترینشون، درجه یک ترینشون تو 29 دقیقه تونسته بود تشخیص بده بیماری. یعنی اون گروه میگم ضعیف ترین 7 دقیقه، یعنی قویاشو خیلی کمتر، این قوی ترین 29 دقیقه، یعنی ضعیف ترینه که خیلی باز زمان بیشتری رو تلف کرده بودن. ولی نکته دومی هم که گفت، یعنی سرعت رو میبینید، دومین نکته هم که گفته بود نه چی بود، گفته بود کیفیت. یعنی چی؟ این گروه اوله بچا 97 درصدشون تشخیص درست داده بودن بیماری رو، ولی این گروه دوم که حالشون بد بود 38 درصد تشخیصشون درست بود. یعنی هم سرعت و هم میدونی حرف سلیگمن چی بود، گفت ببینید شما تو بود علمی، تو بود کاری، زمانی که حالت خوب باشه هم سرعت و هم کیفیتت میره بالا. در مجموع یعنی چی؟ یعنی آقا بازدهی تو میره بالا. صحبت موضوع اولی که میخوام خدمتتون بگم اینه، بچه‌ها من همه اینا رو همه رو قبول دارم، اون شرایط دیگه بالاخره جامعه اینجوریه دیگه، الان هم یکم شرایط بد شده، میدونم اخبارای منفی دارید میشن برای این داستان بیماری و فلان و مرگ و میر و اینها هست، همه اینو خب بالاخره قبول دارم، اثر میذاره. ولی ببین این مثال رو برات زدم، این تحقیق رو بهت نشون دادم که مستدل شد، این مکتب نظری رو انداخت لیتمن. خواستم اینو بهت بگم، ببین تو از شما خیلی تو الحمدلله پتانسیل اینا قوین، ولی چجوری میری سر کتاب، چجوری میری سر تستا، چجوری میری روز کنکور، اینا بچه نگاه کن تحقیق شده اثر داره. یعنی با حال خوب درس میخونی بازدهی بالا، با حال بعد 10 ساعت 12 ساعت داری میخونی خودت میفهمی بازدهی کنی. خب اینو همه قبول دارین، پس باید حال خوب باشه که قشنگ تو اون مفید بکشی بیرون و بتونی بازدهی تو ببری، سرعتت تو تستا بره بالا، کیفیت کارت بره بالا. آقا چیکار کنم حالم خوش؟ یک چیزی که میخوام بگم، یک از این اخبار منفی یا کسایی که هی پمپاژ یأس و ناامیدی و استرس و اینا میکنن دوری کن، حد دلم کن دیگه، حد دلم کن، دوری کن، پیگیر نباش. آقا تو الان میتونی کمکی بکنی، تو الان مثلا پیگیر این اخبار مثلا کرونا اینا هستی، کمکی میتونی بکنی. خب وقتی میبینی هی داره به استرس و استرس و فلان و اینا میده، دوری کن. پس نکته اول، از این منفی‌ها یکم خودتون رو بکشین نگاه. دو، مهمترینش اینه بچه، خود سلیگمن یه حرف قشنگی میزد، میگفتش که حال خوب عمدش دست فرده، عمده این که حالت خوب بشه دست خود فرده، خودته، خودت باید بخوای و هیچ کسی هم به اندازه خودت تو رو نمیشناسه. آقا یکی میگه آقا من مثلا یه موزیکی هست، یه موسیقی هست حالم خوب میکنه، یکی هست میگه آقا مثلا چه میدونم هوای آزاد، زیر یه درختی بشینه، مثلا چه میدونم، هر چیزی که خودت میدونی و با شرایطت مساعده دیگه و میتونی فراهمش کنی. بالاخره تلاشمون این باشه، نمیگم صد بشه، ولی حداقل تلاشمون اینه که بیشترین حال خوبه برای خودمون بسازیم و تا جایی که جا داره این منفی ها رو بریزیم دور. و از همه مهمتر بچه، اینو جدی بهتون میگم، از همه مهمتر از من بپرسی برای حال خوب، قطب مثبت و آرامش دنیا خداست. اینو جدی میگم بچه بهتون، این واقعا این جمله است، میگه علا به ذکر الله تطمئن القلوب، قلبی که با خدا گره بخوره واقعا تطمئن میشه.
واقعا آرومه، راحت این آرومش. قرآن داستان حضرت موسی رو دیدین؟ یا آقا بنده خدا حضرت موسی با قومش داشت میرفت از رود نیل رد بشه، این لشکر فرعون دنبالش گذاشته بودن دیگه، اومدن رسیدن، اینا رسیدن به رود نیل، اینا هم داشتن میرسیدن. بنده خدا این اصلا این آیه قرآنه، قوم موسی ترسیده بودن، تو یا موسی اینا لمدرکون، با موسی ما رو به فنا دادی که الان میان ما رو تیکه تیکه میکنن. نکن بچه، نکته قشنگش اینه حضرت موسی نمیدونست میخواد چی بشه، خود اونم خوردود به بنبست، اونام دارن میان، نمیدونست میخواد. ببین اگه ما میدونستیم آروم بودیم، نکته قشنگ اون این بود، نمیدونست قرار چی بشه، ولی یه چیز خوب میدونست، او خدا هست، خدا با منه. این جمله شو میگه نترسین، انما یا ربی، خدا با منه، سایهدین، من نمیدونم، خودش کمکم بکنه. میدونی خدا بهش گفت نجاتشون داد. من چی میخوام بگم، این خیلی مهمه. او خودش قول داده. ببین یه وقت هست یه مثلا تو میگی فلانی خیلی آدم خوبیه، قول میده، حرفش حرفه، خدا قول داده بابا. میدونی این آیه قرآنه چی گفته؟ و من یتق الله یجعل له مخرج، خودش میگه دیگه، میگه آقا تو بیا سمت من، به بنبست خورده باشی من دست تو میگیرم، و یرزقه من حیث لا یحتسب، یه جوری که به گمانت نمیرسه من کمکت میکنم. خودش قول داده و من یتوکل علی الله فهو حسب، تو تمام تلاش تو بکن، به من توکل کن، من برای تو کافیم. ان الله بالغ امر، بابا من همه کار منم، خودش داره میگه ان الله بالغ امر، قد جلل الله کل شیء قدر. حالا اینو میخوام بهتون بگم، در مجموع همه تلاش تو بکن. پس بچه از الان یادتون باشه، تلاش هم یه بودیش برای حال خوب خودت، تلاش کن حال خودت خوب باشه با رعایت همه نکات بهداشتی ها، برای بحث این کرونا هم هست. ولی یه نکته جالب بچه بهتون میگم، حالا ما همه نکات بهداشتی رعایت میکنیم، شما هم همین رعایت بکنید، ولی استرابه چیه بین مردم؟ دیدی استراب گرفتم، بپوشون فلان، بابا همه بهداشت تو رو رعایت میکنه، حالا ممکنه بگیری ممکنه نگیری، ولی استرابه میدونی چیه؟ ترس از مرگ، چون باور نکردیم دیگه، باور نکردیم قراره یه روزی بریم تو خاک دیگه، ولی حالا کاری ندارم. پس آقا تلاشه هم برای حال خوب و هم برای مطالعه، هر چقدر که میتونی، مهم اینه. 4 ماه هم وقت داریم، این 4 ماه درجه یک هم وقت داریم. به گفتم سال پیشم بهتون گفته بودم، یکی از اساتید با تجربه این جمله رو میگفت، میگفت به اعتقاد من هر 1 ساعت بعد از عید به اندازه 10 ساعت تابستون ارزش داره مطالعهش، چون راستم میگه نزدیکه. ببین خیلی چیزای شاید تو تابستون خونده باشه الان یاد رفته باشه، نزدیکه به کنکوره. 4 ماه هم فوق العاده عالی هم هست برای اینکه بگیریش. هر انسانی بچه نقطه ضعف داره، دورتون بگردم بابا، هر انسانی شما برید سراغش نقطه ضعف داره. تو چرا فقط رو نقطه ضعفات متمرکزی؟ اینکه بچه اومده آقا این کارو نکردم، این کارو نکردم، خیلی داغون بود بنده خدا، ناراحت بود، این کار فلان، گفتم اینو نکرده ازو گفتی، چیکار کردی؟ برای زیست داشت میگفت این فصلو خوندم، اینو کردم، 12 تا اینجا آوردم جلو، 11 تا اینجا دادم. باور کن با هم حساب کردیم، بهش گفتم ناگو 55% تو خوب اومدی جلو، خود همینی که بسی 55%، حالا 45% نرسوندی، قبول، 4 ما وقت داری، صدم که نمیخوای بزنی، میگه قرار صد بزنی، فصلایی که میتونی خیلی بحثو گفتم تست مستقل داره، بعد تو دروس دیگه تون دینی ها رو بگیرم، اینو بگیرم، نمیدونم عربی رو اینجاشو میتونم بگم، زبانش اینجوری بگیرم، ریاضی رو اینجوری، همه اینها تایمر روزتون بشه تا جایی که میتونی مطالعه کن با لذت، برای هدفت داری وقت میذاری. ولی بارها گفتم تایم مردهات برای من و کلیپا و درسای دیگه تا، یعنی چی؟ یعنی قشنگ 10 ساعت 12 ساعت خوندی، میگه آقا دیگه از اینجا نمیکشم تست بزنم و اینا، با اشکال نداره دراسکش بیوف یه دوتا کلیپ، یه چی میخوام بهت بگم، مرورام اتفاقا خیلی خوبه، کلیپ هایی که مثلا بار گذشتم هست، یا مرور کنیم مثلا فصل 6 مثلا 11 یا مرور کنیم، یه دوتا اینو بذاریم، یا آقا ثابتی ریاضی بذاریم، نمیدونم دبیرای دیگه فلان، برای خود همینم مطالعه است دیگه، قشنگ گوش کن دل بهش بده، خود همینم مطالعه است دیگه. پس این برای که ایشالله با امده خدا همه تلاشتون هم بکنه، ایشالله روز کنکور با آرامش با توکل همه تلاشتو بکن، که گفتم برگردید بیا آقا من همه کاری که میتونستم بکنم این بود دیگه، حالا نتیجهش دیگه توکل به خدا. این نکته. اما نکته دوم که اینو بگم و دیگه باتون خدافزی کنم، آها اینم بهتون بگم بچه، بدون تعارف حلال کنید دادمین، 3 سال دادمات دادیم چیزی جایی گوشتون درد گرفت. اما نکته دوم که میخوام بهتون بگم در رابطه این موضوعه، پارسال 11 بهتون گفتم، گفتم هر رشته ان شاءالله به امید خدا
تو دانشگاه رفتین، برو بهترینش میشی. امسال اینم میخوام بهت بگم، علاوه بر اینکه بهترینش، قوی ترینش میشی، خوب ترینش هم میشی. آقا خوب ترین چه فرقی میکنه؟ خوب ترین بچه یعنی کورسوی امید. سعی کن انشالله با امید خدا هر کدومتون کورسوی امیدی بشین. یعنی چی آقا؟ من نمیدونم، مثلا فیزیوتراپی دوست داری، هر چه خودت دوست داری، یه فیزیوتراپی بشو. من خود پیرمرد داره میره، یا فلانجا یا فیزیوتراپی هست، مثلا آدمایی که دستشون خالی اینا را میاد. داروسازی دوست داری، یه داروخونه بزن که تو اون شهرتون. بعد خود اونایی که بچهای دارن که بیماری سخت دارن، داروهاشون گرونه اینا، ما فلانجا یه داروخونه هست، دکترش خیلی آدم خوبیه، مثلا را میاد و و و. یعنی منظورم میدونی چی؟ تو هر رشته کورسوی امید باش، یعنی به تو امید داشته باشن، نه تنها حالا فقط آدما، جهان دارای دیگه. مثلا بعد گربه اون پشت داره میره، یه تیکه گوشتم برای این از قضا، مثلا یه تیکه، مثلا 5000 تومان ارزن، مثلا در آینده برای خونت، مثلا روی این چینه بریز، آقا زمستون من خودم دونه گیر نمیارن که بیان اینجا بشینن بخورن. بعد یه مدت اینا بچا خودتون میبینین ها، صف میشینن، چون رفیقاش هم میاره دیگه، دیدید که پامسو رفیقاش هم میاره دیگه، آقا آدم خوبی، هر روز ما اینجا میریزه اینا. مثلا گربه دیگه من خودم تو اولویت های کاریش تو خودش داریم، یه صد لاشخالی ها اولویت های کاریم، اونم یه سر بزنه، یه بندهاده هست کنارش تمیز برام یه سری آشغال مرغ و اینا میذاره. مثلا همین تمونده مرغاتون و اینها، همینا میتونه غذای اونا باشه. تای بطری آبت داره میری، اینم برای درخته. همینا بچا حال خوب میکنه، میگه چجوری همینا، چون تو وقتی هم به اینا بنده خدا حال اینا رو خوب میکنه، حال خودت هم خوبه. و بچا مهمترینش هم اینه دیگه، تو زندگی ان شاءالله مرتضی قلب براتون اینو آرزو میکنه، تبدیل به آدمی میشی که بعد بالاخره میمیریم دیگه، بچه تعارف که نداریم. بعد یه مدت دیگه دنیا رفتی، قشنگیش اینه، بودت با نبودت حس میشه. یعنی مثلا آیا خیریه هست، دارم برای مثلا یه دختر یتیم جهیزی جمع میکنم، میگه آقا ماشین لباسشویی مونده، میگه مثلا فلانی آدم خوبی، این کم میاریم همیشه کمک اون میکنه، آقا فلانی آقا از دنیا رفته، خدا رحمتش کنه فلان، تا زمانی که بود میدونی این من خود پرنده ها نشستم، خدایی چرا نمیاد بریزین، چند وقتی نیست تو فلان اینا، اون میاد دم مطبعی، اون میاد مثلا دم داروخونه، آقا چی شده فلان، آها. یعنی بعدش نبوده حس میشه، نه اینکه دور از جون، مثل خیلی الان بنده خدا هستن، بودشون با نبوده فرقی نمیگو. خوبیش هم میدونید چیه بچه ها، اینم بگم و دیگه دعاتون کنم، خوبیش هم اینه، اگه اینجوری زندگی کنیم، جدا از اون که حال خودت خوبه، آخرین صحنه‌ای هم که از این دنیا ببینی بعد چشو بخوایم ببندیم، حداقل به خدا اینو میگیم، خدای تو شاهدی تو این عمری که به ما دادی، بعد کسی رو نخواستم. اینو بهش میگیم، خدای شاهدی عمری که به من دادی، بعد هیچ کو نخواستم. تو جایی هم که از دستم برمیاد، مخلوقات از اون بنده خدا پرنده گرفته، درخته گرفته، آدمای دیگه خوبی کرده. حالا یه سری بدی هم دارم. دیگه اونم به کرم خود دیگه میریم اونورا سیری چم حساب میکنه حالا خدا دیگه، منم کرمت دیگه علی بریم اونور. چی میخوام میگم دیگه، اونجا واقعا با آرامش هم، حتی حالا البته بعد یه عمر با عزت ها از دنیا میریم هممون، ولی در مجموع اینا رو گفتم چون دوستتون دارم و اینا رو هم بچه‌هاتون با هم صمیمی هستیم گفتم بهتون بگم. این دو تا نکته رام پس تو ذهنتون داشته باشین، ان شاءالله با امید خدا من کماکان، حالا درست امروز 12 میبندیم، خیلی روز خوبی هم هست که دیگه 10، 11، 12 سگانه بسته شد، من خیالم راحت شد، ولی کماکان بالا خواهم موند، به این معنی نیست که دیگه از حالا برم، نه ان شاءالله تا زمانی که زنده باشم بالا خواهم موند، ولی خب دیگه حلال کنید دیگه، شما این 3 سال خیلی مصده اوقاتتون بودم. قولی هم که دادی یادت نره، حرف دیگه خدا وکیلی رو حرفت باش دیگه، رو قولت باش، تا روز آخر همه تلاش، بدون بهونه گیری، بدون قرض زدن، با انرژی مثبت، با حال خوب، تلاش برای حال خوب دیگه، هر جور که خودت میدونی. شالام خوشبخت بشید انشالله که در پناه خدا باشیم، جلسه بعدی دیگه سفت ساد نداره، انشالله که در پناه خدا باشیم، خیلی مخلصم، خداحافظ یا احمد.